خیلی فرما خدمتتون عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز جمعه 28 آبان ماه 1400 هستش و در چند کیلومتری تخت جمشید هستیم و یک هوای بسیار خوب و عالی، و انشاءالله که بتونیم بریم و تخت جمشید رو به خوبی به شما عزیزان نشون بدیم. در یه هوای خوب بریم به سمت تخت جمشید.
خب بچه ها الان اومدیم این ورودی تخت جمشید هستش و خیلی هم شلوغه. اصلا من فکر نمی کردم که اینقدر شلوغ باشه امروز که اومدیم و خب روز جمعه روز تعطیل هستش و خب اغلب هم مشخصه که شاید از همین اطراف اومدن که اینجا هم بالاخره ظهر و نهار بودند و دیگه بگید اونجا مشخص حالت تو راه اومدیم یکم فیلم براتون گرفتیم یه تیکه فیلم، ولی خب حالا ماشین رو گذاشتیم پارکینگ رو بریم ورودی تا داخل خود تخت جمشید هم بریم براتون کلی فیلم بگیریم. خب بچه ها من الان دیدم ستون‌های تخت جمشید رو، اگه اون طرف نگاه کنید مشخص شدن و اینجایی هستش که میشه دیدتون و اینجا هم که میبینید یه سری مغازه و اینجور چیزا هست، یه جا نمیشه تندیس و مجسمه های هخامنشی. بذارید با هم بریم یه نگاهی بکنیم اونجا رو هم چونه قشنگ باشه. حالا اینا رو بریم از نزدیک ببینیم دیگه، خیلی هاشون احتمالا اینجا هستن. خب اینا مال پرسپولیسه، روشون شد پرسپولیس. خب به نوعی سوغاتی اینجا محسوب میشه. اون طرف هم کتاب فروشی، فست فود. عکس اگه بخواین بگیرید حک اس به خط میخی، خواهستاتون رو به میخی خط حک بکنید و برید اونجا انجام میدن. صنایع سنگی و موسیقی، صنایع دستی. خب حالا ما دوستان چون خیلی فرصت نداریم بگه نمیتونیم بریم داخل این مغازه ها رو بگن که چی هستن، فقط خواستم بهتون نشون بدم که ابتدای کار اینها هست. هوا واقعا خیلی عالی، میبینیم من نصف آستین پوشیدم و اصلا احساس سرما ندارم. بریم سمت تخت جمشید. بچه ها اینجا کیوسک خرید بلیط هستش و خوبی که داره اینه که به صورت کاملا هوشمند دیگه انجام شده، یعنی کارت میکشید و بلیطتون رو دریافت میکنید و اونجا بلیط ورودی رو پس ارائه بدید. اینجا روی این نقشه 20 تا مکان مشخص شده که ما باید بریم اینها رو ببینیم. ابتدا که پلکان ورودیه، بعد کاخ دروازه ملت‌ها، خیابان سپاهیان، سرستون دو سر عقاب، دروازه ناتمام، کاخ صد ستون
تالار تخت، پلکان ایوان شرقی آپادانا، کاخ آپادانا، کاخ تچر، کاخ ادیش، کاخ سه دروازه تالار، حرمسرای کاخ، بعد خزانه تخت جمشید، مجلس بار عام، آرامگاه اردشیر سوم، چاه سنگی، آرامگاه اردشیر دوم، تخت سنگ حوزمانند، محل سربازان، کاخ نیمه تمام اردشیر سوم، که اینها توی این نقشه الان جا داده شده که باید با همدیگه بریم از اینجا بالا و ببینیم. سنگا در واقع اونطوریه، یعنی این سنگ ها سنگ های اصلی هستش که خب چون خیلی هاش به قول معروف پوسیده حساب رفته، مثل اینجا سنگ رو نداره، الان اومدن و از این پله های چوبی استفاده کردن که علتش این هست که این سنگ ها یه مقداری علامه شاید جالب نباشه بالا رفتن.
بچه ها اینجا کاخ حدیشه که در توضیحات نوشته اختصاصی خشایارشاه بر بلندترین صفه تخت جمشید بنا شده و مشتمل برای تالار 36 ستونیه. در مرکز یک ایوان 12 ستونی در شمال، شمالی اتاق در سمت شرقی و یک ایوان باریک در ضلع جنوبی که با دو راه پله به حرم سرا ارتباط می آورد. یعنی الان این قسمت که ما کلن ایستادیم این کاخ حدیش هستش که خب نوشته که آثار آتش سوزی روی سنگ های متلاشی شده این کاخ هم کاملا پیداست. کف این کاخ سنگ اصلی کوه هست و راه آبهایی برای آن تعبیه شده است. بعد درگاه های کاخ نقش خشایارشاه با خدمتکارانش دیده میشه و تنها کاخی است که بر تاخچه های آن نقوش حجاری شده هم میشه دید. حالا دیگه آثار آتش سوزی هم داره، دیگه نگاه بکنید و بریم اون پایین ترم فکر کنم کاخ آپادانا باشه جلوتر. خب دوستان اینجوری که الان بلنگو اعلام کرد تا ساعت 5 ربع کم بیشتر نمیشه اینجا بازدید کرد و ما حدودا 1 ربع بیشتر فرصت نداریم. میخواستیم بریم اون بالا اونجا رو ببینیم که متاسفانه نمیشه و خب دیگه دوستان من ما از همینجا دوربین رو زوم میکنیم که اون بالا رو هم ببینید و شاید نرسیم دیگه حالا همه جا رو ببینیم، تا جایی که بتونیم حتما براتون فیلم میکنیم.
خب بچه ها دیگه ایستادیم تا غروب خورشید رو هم از اون روزنه کوچیک بتونیم برای شما بگیریم. دیگه وقت خدافظی و رفتنه و مجبورم دارم تعطیل میکنم. خوشحالم که امروز هم در خدمتتون بودم، منتظر کامنت های خوب شما همچنین لایک هاتون هستم. با هم غروب زیبای خورشید را در تخت جمشید میبینیم و خدا نگهدار.